می پرسی از گرفتگی دل، دریای اشک پنهان، باران اشک پیدا. می پرسی از گرفتگی روح خسته‌ای کو از شب نخست فریاد زد که آزادی. آن شب که شام میهن من رنگ خون گرفت و سرنوشت ملت من در دست‌های شعبده بازی فریبکار رهبر جنون گرفت. نسل عزیز عاشق با چشمه دلی که پر از آفتاب بود سر بر حریر پای وطن میزد. دنیا در لحظه سرافرازی لبخندهی به لب گیسوی سرزمین مرا میبوسید. هر سو نگاه میکردم ایران سربلند با افتخار فرزندانش آواز عاشقانه به لب داشت. اما نسل عزیز من آن شب که ماه بر سر بامی کهن از درد گریه کرد و پیر خانقاه ریاکاران در خون قهرمانان دستان بی ترحم خود را شست، وانگاه بر برف‌ها نیایش خون را آغاز کرد، آتش گرفت. یک ربع قرن سوختن و صبح را به لحظه شب بر شانه‌های خسته تبعیدی بردن، چیزی از آن دلی که نمازش را رو سوی عشق زمزمه می کرد باقی نمانده است. آنها که سالهای مرا در صحنه‌های بیع و شراء با والیان جهل و جنایت معامله کردند. می پرسی از گرفتگی دل با آنکه دردهایم را می بینی. من چشم بر حصاری دارم لبریز از تمامی بیدردان. آنها که روزگاری سودای خانه پدری را در کیسه های زر پنهان کردند. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه دوم مهر ماه 24 سپتامبر به شما سلام میکنم. دومین روز سال تحصیلی بود آن سال، سال 57، و با دوستانی در بلوهر آصفی، دکتر زکا، بنی احمد و همینطور دوستان دیگری نشسته بودیم و بحث بر سر این بود که خب حالا چی میشه. صحبت نخست وزیری دکتر امینی، این بیاد، اون بیاد، صدیقی، آقای سنجابی، غیره، و بساط پاریس داشت کم کم گسترده تر میشد و هیچ کس در اون جمع تصور نمی کرد سگدنا بر شانه های ملت بیاد ایران. و بعد چهار شب بعد از اینکه به تخت نشست، بر بام مدرسه رفاه عروسی خون برپا کنه، چهار جنرال رو بکشه و بعد بیاد با کیف به این جنازه های بر برف افتاده نگاه کنه. این شعر قصه آن شب بود. آقای حسن فیروزآبادی، جاهلی که در بالاترین مقام نظامی کشور نشسته، معرف حضورتون هست. همین چند روز پیش براتون یه شعر خوندم راجبش، شعری نوشتم براش خوندم و اتفاقا شنیدم، به گوششم رسیده و حالا اگه شعورش رسیده بود ظاهرا ناراحتم شده که گفته بودم این کوه گوشت بالاترین مقام نظامی است. حالا کوه گوشتش مال خودش، اون مراسم مدال دادن که آبرو ریزی بود، اونم برای خودش. این مردک نادان، این کی تسخیر به کار میبرم، حجمش بزرگه اما باید با کی تسخیر باش حرف زد و از نادانیش گفت. راجب داعش، داعشی که وقتی موصل رو گرفت خواب راحت از چشم آقا و الباقی اهالی ولایت فقیه رو بود، این آقا گفتن همیشه بچه کودکی که خطر رو نمیدونه دستشو ممکن تو لونه این مار بکنه، چون نمیدونه، نمیدونه مار میتونه نیش بزنه، چون اصلا براش مرگ معنی نداره، براش خطر معنی نداره، اما به محض اینکه یکم بزرگ میشه اون درک رو داره. من تجربه شخصی خودم،
نازنین نواده من، نواده دختر، یعنی دختر پسرم، از آب نمی ترسید. دو سالش راحت می اومد توی آب. کم کمک یک بار که پاش لیز خورد و رفت پایین و یه قلوب آب خورد، وحشتش از آب فزون شد. دیگه حالا باید خیلی با احتیاط می بردیمش توی استخر، خیلی آرام مراقبش بودیم از هر طرف. یعنی چی؟ یعنی ترس رو فهمید. حالا این مردک در مقام بالاترین مقام نظامی ایران نشسته، گویی که اصلا ارزشی نداره، چون سید علی آقایی که اصلا نمیدونه مسلسل چیه، تفنگ چیه، میتونه با یه فرمانش این آقا رو وادار کنه مثلا بره تو جبهه، منتها اونجا میره میخوابه، اینکه راه نمیتونه بره. ایشون اول گوش بدی چه میگوید تا من جوابشو بدم. درباره داعش مثل همون ژستایی که بقیه آقایونم میگیرن، بعضی از این فرماندهان سپاه، داعش چیزی نی، فوت کنی میفته اونور. نگاه کنی تا من براتون بگم که وقتی انسان عقلش رو باخته باشه، وقتی انسان در چارچوب شعار اسیر باشه، این آدما بسیار خطرناکن، چون میتونن کاری بکنن کما که تو جنگ ایران عراق کردن. جنگ رو ما مرد برده بودیم. بعد از فتح خرمشهر با فداکاری هایی که اصلا در تاریخ بی سابقه است، چند روز قبل یک خلبان رو دیدم، نمیدونم اجازه دارم اسمشو بیارم یا نه، نمیدونم، نمیتونم اسمشو بگم. این خلبان که شکسته شده بود، آثار خستگی و درد تو چهرش دیده میشد، برای من تعریف میکرد که از همون فردای انقلاب ماموریتایی که بهش دادن، کارهایی که کردن، 8 سال تو جنگ چه کارهای بزرگی کرده. خلبان شینوک بود و برای من میگفت که کجاها رفته تو جبهه، اون بر خط عراقی ها بچه های مجروح و رشته اوورده، نیروهای ویژه رو پیاده کرده، تیپ نوهد رو، بچه های دیگر رو. من نگاه بهش میکردم، میدیدم هنوزم در سن بالا خسته و افسرده از اینکه وطنش به این روز افتاده. این آدم از تمام این آدم های ردیفی که میبینید به عنوان فرماندهان سپاه، آقای همدانی، آقای سلامی، آقای نمیدونم حسن فیروزآبادی و امثال هم، دانش نظامیش بالاتره، تاکتیک میدونه، استراتژی میدونه، دانشگاه جنگ رو گذرونده، دانشگاه خلبانی رو گذرونده. این آدم قادر همین الان که بهش بگید عملیاتی رو اداره کنه. ولی این آقایون در فردای فتح خرمشهر که سر تا سر ایران شور و شادی بود، عربهای ایرانی خرمشهر که شهرشون ویران شده بود، در بیرون شهر تو خیمه ها، توی شهرهای دیگه، تو شیراز، تو جای دیگه، باشو غریبه کوچک و یایتونه دیگه، حالا تو رشت، تو شما، همه جشن گرفته بودن و سیمین بانوی نازنین فریاد میزد حمید آزاد شد، هویزه آزاد شد و میمد به خرمشهر. فردای اون روز آدم های وطن پرستی که عاشق وطنشون بودن، کسانی که به این سرزمین جاودانه عشق می‌ورزن، نه مثل اونایی که کلاشی میکنن به اسم وطن، نه مثل پیروان راه مصدق. شما پیرو راه مصدقی؟ به قول مهندس کردستانی اینا دشمنان راه مصدقن. با هوشنگ کردستانی هم صحبتی خواهیم داشت، بسیار هوشنگ، انسان مورد احترام منه، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، یار همیشه داریوش فروخر، حسن علی خان سالم کلانی و نازنین، انسان پاک دل. در هر حال از کجا آدم میره به کجا، حرف همینجوری به یادت میاد. آقای حسن فیروزآبادی در مقام بالاترین مقام نظام، داعش رو، داعشی که هزاران انسان رو قتل عام کرده، جنایت علیه بشریت
در تمام ابعادش در عمل کرده اینها حاضره. فقط سه تا روزنامه نگار و کسی که تو کار خیریه بوده نیست سرشونو میبره، چه سرهای نازنینی رو در سوریه و عراق بریده در حملش به مناطقی که مسیحیان در موسل که چقدر مسیحی کشت، به منطقه ایزدی ها که حمله کرد، زنانشون رو به اسارت برد. یکی از کسانی که فرار کرد اومد در اربیل باش تلویزیون کردستان مصاحبه میکرد و این بانو که صورت پوشانده بود شرح داد که این حافظان بیضه اسلام چگونه به او تجاوز میکردن و به دختران 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، این حیوانات که نام اسلام رو گذاشتن، این همه اینا جنایت کردن، چقدر شیعه کشتن، چقدر سنی کشتن. حسن فیروزآبادی نادان، ببینید راجع به اینا چه میگوید. این آقای خامنه‌ای گشته بالاترین مقام نظامی، این درد آدم به کی بره بگه؟ گوش بدید به حرفاش. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران درباره احتمال اقدامات تروریستی از سوی داعش در ایران و برخی نگرانی‌ها در این باره گفت: داعش یک گروهک 3-4 هزار نفریه. این ارزش اینه داره که شما دائما نگران او باشید و از او سوال کنید. خبر این ساقا، یعنی هیچ نگران نباشید سردار از داعش؟ نه، چرا نگران باشید؟ ببینید مسئله داعش یک توطئه سیاسی روانی است. از اینکه اسیر این توطئه روانی سیاسی داعش با کمک مجمع رسانه‌ای صهیونیست‌ها و آمریکا یا بشید نگران باشید. فکر کرد حالا یه جمله‌ای بگه که اصلا مجمع رسانه‌ای صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها، تلویزیون المیادین که مال خودتونه، آقای قسام بن جدو که رو به قبله تهران و دمشق نماز میخونه، العالم که مال خودتونه، مجمع رسانه‌ای صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها، وقتی سر ایزدی‌ها رو میبره این مجمع رسانه‌ای صهیونیست‌ها و آمریکایی. آقای نادان، اگر داعش چیزی نبود پس چرا شما اینقدر نیرو فرستادید عراق؟ کارشناس، مستشار قاسم سلیمانی تو عملی چی کار میکرد؟ اگر وحشت نکرده بودید وقتی داعش به جلولا رسید چرا همتون رفتین مشهد از ترس؟ وقتی توی ماشینی توی ارومیه پرچم داعش نصب شد چرا همتون از وحشت به لرزه افتادید؟ چرا دوتا داعشی توی خیابونای کردستان رژه رفتن شما انقدر ترسیدید؟ برای اینکه خودتون مثل داعش بودید، میدونید چیه، چون خودتون سر بریدید، سر زنده یاد دکتر بختیار رو سینه شکافتی، زنده یاد دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی، دکتر برومند، رضا مظلومان و صدها و صدها تن دیگر. تو کشورمون چه نازنینایی رو کشتید؟ حاجی زاده شاعر و بچه 7 سالش، از همون اول انقلاب شروع کردید، مرحوم هویدا رو که نشون داد پاکترین دولت مرد بود و چقدر به این کشور خدمت کرد، اون هادی غفاری جنایتکار از پشت توی حیات زندان زد. مختاری رو کی کشت؟ پوینده رو کی کشت؟ مجید دوانی رو کی کشت؟ پیروز دوانی رو، مجید شریف رو کی کشت؟ احمد میرعلایی رو کی کشت؟ غفار حسینی رو کی کشت؟ همه رو شما کشتید. و چون داعش مثل خودتونه میگه آه چیزی نیست داعش. داعش رسانه‌های مجمع رسانه‌های صهیونیستی آمریکاییه. آقای خامنه این نادان رو بفرستید کلاس اول ابتدایی، اول مهرم از نزدیک دیگه، بره بشینه خود درس بخونه، خواندن نوشتن یاد بگیره، چون این اگرم رفته میخواسته بره بیتار بشه، نه میخواسته بره سلاخ بشه، سر ببره، سر گاو ببره، گوسفند ببره، ایشون به دانشگاه دامپزشکی نمیرفته، قصاب میخواسته بشه رفته اونجا، میخواست سر ببره.
این آدم رئیس کل ستاد مشترک نیروهای مسلح ایرانه. همینها بودند که پیروزی خرمشهر رو تبدیل به جام زرد کردن. فاو دست ما افتاد، مجنون دست ما بود. در نقاط مرزی ما 16,000 کیلومتر خاک عراق در تصرفمون بود. در عرض یک ماه همه را از دست دادن. آقای یحیی رحیم صفوی که امروز خط و نشون میکشه، به جرم خیانت همراه محسن رضایی داشتن محاکمه و اعدامشون میکردن. رفسنجانی اومد نجاتشون داد. وقت اینا امروز میشینن راجع به استراتژی جهانی حرف میزنن. داعش معلول و ساخته استبداد بشار اسد و خیانت نوری المالکی است. داعش سوریه دست پخت بشار اسده. از روز اول من اینجا گفتم، چند ساله دارم میگم، روزی که داعش ظهور کرد اینجا گفتم، این مجموعه است که دست پرورده. اینو در بطن مجموعه دیگه بودن. دولت سوریه قشنگ آدماشو فرستاد اون تو، اووردن اینا رو جدا کردن. وحشیگری رو در کل ابعادش، بلا اون وقت نه ارتش آزاد سر می برید، نه احرار شام سر می برید، هیچ کدوم. یه جبهه نصرت بود، قطر پولشو میداد، دیوانگانی بودن ولی سر نمی بریدن. اینجوری بعد می رفتن حکم اسلام ناب پیاده می کردن، دخترها رو چاقچور سرشون می کردن. و بشار اینا رو پرورش داد، قاسم سلیمانی اینا رو بار آورد، آقای سردار قاآنی اینا رو بار آورد، سردار چیزری اینا رو بار آورد که چی بشه؟ که بشار در برابر دنیا بگه This is my alternative، بدیل من اینان، جانشین من اینان. میخواید اینا باشن؟ پس بیاید به من کمک کنید. در عراق نوری المالکی بود که وقتی مردم انبار آرام مسالمت آمیز اومدن تو بیابون اعتراض که آقا حق ما رو بده، حقوق ما رو بده، دو وزارت خونه مال ماست، وزارت کشور، وزارت دفاع، چرا نمیدی به ما؟ آتش به روشون گشود، اومد و تمام عشایری که آمریکا صحبه رو چطور جمع کرده بود، با چه قدرت اینا القاعده رو بین برده بودن، یا دستگیرشون کرد یا آزارشون داد یا ریخ بیرون یا پولشون نداد. سنی ها رو برانگیخت و این وسط تروریست های داعش هم از سوریه رخنه کردن. بعثی های سابق هم بهشون پیوستن، نظامی هایی که آقای پال بریمر برکنارشون کرده بود و دار و دسته اصائب اهل حق و فیلق بدر، سپاه بدر، میرفت نخبگانشون رو میکشت، از خلبان گرفته تا جنرال، اونا هم بهشون پیوستن و این مصیبت به بار. حالا آقای اوباما بعد از کاهلی ها و سستی های بسیار دریافته این خطر ساده ای نیست و در این حال دریافته جمهوری ولایت فقیه میخواد از این ماجرا سوء استفاده کنه، یمن رو ببله. که بهش میرسم میگم چه کردن؟ گفتن آقا یک ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی درست کنه. در جده کنفرانسی گرفتن، بعد در فرانسه ائتلاف تشکیل شد و خبر مبارک و بهجت اثر این بود که بامدادان دیروز 4 صبح بعد از توافق و همکاری و غیره حملات علیه داعش در سوریه آغاز شد، با موشکای توماهاک، با هواپیماهای جنگنده فرانسوی، آمریکایی، استرالیایی، اماراتی، قطری. یقه قطر هم گرفتن. هواپیما از پایگاه قطر هم بلند شد، بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه. رفتن بسیاری از مراکز داعش رو زدن، اونم در چه منطقه ای؟ از ده نزدیک مرزهای عراق تا اون بر نزدیک بالای لازقیه، حسکه، دیر زور، تمام این مناطق برق تمام رو رفتن و زدن. تعداد زیادی از سران داعش رو به قتل رسوندن.
یک انبار مهماتشون رو ویران کردن و چقدر دنیا احساس شادمانی کرد. دولت سوریه خجالت آور. خانم بوسعید شعبان مشاور آقای اسد که خیلی هم خوب انگلیسی حرف میزنه فرمودن که آمریکایی‌ها قبلا به ما گفته بودن. آقای جعفری نماینده سوریه هم در سازمان ملل، ایشون هم گفتن آمریکا به ما اطلاع داد. آمریکایی‌ها گفتن دروغ میگن، ما اطلاع ندیم، ما رژیم سوریه رو غیر مشروع میدونیم، اگر داعش رو میزنیم به خاطر چشم ابروی آقای بشار اسد نیست، به خاطر جنایت این جنایتکاران و جلوگیری از جنایاتشون. در هر حال حملات بسیار موفقی بود، امروز هم ادامه خواهد داشت و به گمان من این بار در سوریه با تقویت ارتش آزاد، با تقویت نیروهای احرار شام و نظایر اینها و اینکه اینا دارن آموزش نظامی در سعودی میبینن، آمریکا تلاش خواهد کرد به نوعی زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه اگر در عراق دولت و متحدانی داره، در سوریه هم متحدانی باشن که با داعش بجنگن. آقای اوبامایی که التماس بهش میکردن، من از بسیاری از دوستان سوریم شنیدم، شما فکر کنید هیئتی از ائتلاف رفت با آمریکایی‌ها مذاکره کرد، گفتن آقا ارتش آزاد اگر میبینی یه وقت موقع عملیات میگه بسم الله الله اکبر، این به خاطر اون فضای عمومی جنگ، اینا سکولارن، لیبرالن. گفتن اگر ما اسلحه بدیم شاید اینا مسلمون بشن، تندرو بشن، شاید دست اسلامی ها بیفته. از روز اول از روز اولی که اصلا صحبتی از اینا نبود، از روز اولی که تازه انقلاب مردم سوریه مسالمت آمیز بود، تظاهرات بود، اسد کشت، مردم دست به اسلحه بردن، عده از نظامی های باشرف جدا شدن، ارتش آزاد رو درست کردن و نگاه میکردیم ایداد آمریکایی‌ها چی کار میکنن. وحید صغر دوست من، دوست سوریه من، علوی هم هست، میگفت آمریکایی‌ها چی کار دارن میکنن، چرا اینا نمیفهمن در سوریه چه خبره. همه ایراد زده آقای اوباما، این ترسی که از این داره که مبادا در تاریخ بنویسن آقای اوباما یکی و نصفی آدم رو کشت، اینا قاطعیت رهبری ندارن. به هر روی الان مجبور شد، الان افکار عمومی کشورش، کنگره، رسانه های گروهی در برابر اون تصویری که از این جنایتکاران داعش دیدن وادارش کردن تصمیم بگیره. فرماندهان نظامیش، آقا نمیشه، حتی فرماندهان نظامی الان میگن برای نابودی داعش باید نیروی زمینی وارد کرد. اتاق فرمان لطفا مانیتور من روشن کنن، قطع شد. در هر حال به نظر من اتفاقی که در این دو سه روز افتاد اتفاق مبارکی است و من بسیار خوشحالم از این حمله‌ای که به این صورت گسترده صورت گرفت و بیش از 50 یا 60 صوتی که حمله بود و گفته شده که اینا ادامه خواهد داشت. من مصاحبه یکی از فرماندهان نظامی آمریکا رو می‌دیدم، تأکید داشت می‌کرد که این داستان متوقف نخواهد شد، ادامه خواهد داشت و من مطمئنم این حملات گسترده‌تر شد. حالا سوریه اوجست جمهوری بلد فقیر چه گفت؟ بله ما اقدام آمریکا رو محکوم میکنیم، آمریکا حق دخالت در کشور دیگر نداره. عجب، شما میریم میجنگی؟ داعش همین چند روزه کوبایی در اون شهر کردنشین شمال شرقی سوریه نزدیک مرزهای ترکیه 52 تا روستا رو گرفت و چه کشتاری را انداخت در کردها. البته کردهای دلاور از کردهای ترکیه و کردهای کردستان عراق اومدن باشون مقابله کردن، پسشون زدن، ولی فقط در یک روز 140 هزار نفر از مردم کوبایی و اطرافش به ترکیه آمدن که ترکا هم خیلی با بی‌معرفتی جلوشون رو گرفتن تا بالاخره تهدید شد دولت.
رهبران کرد ترکیه دولت تهدید کردن، گفتن شما عامل ساختن این بساط برای ما بودید، شما دروازه‌های ترکیه رو واگذاشتی که هر کی میخواد بره تو سوریه، و تروریست‌ها رفتن رژیم اسد هم سوء استفاده کرد. به هر حال به نظر من آنچه من دکتر برهان قلیون واقعا شخصیت برجسته است، یک استاد، این البته رئیس ائتلافه و دکتر برهان اول رئیس ائتلاف بود، ایشون هم داره تبریک میگه و میگه حملات آمریکا، حملات غربی و مطالبه به ضروره بسیار ضروری بود، خیلی حمله مهمی بود و باید ادامه پیدا بکنه تا بشه در برابر این جنایتکاران ایستاد و باهاشون مبارزه جانانه کرد. آنچه که به نظر من اهمیت داره اینه، این حملاتی که شروع شدید از یک ائتلاف، الان استرالیا هم وارد این ائتلاف شده، آلمان گفته بر عملیات سوریه شرکت نمی کنه، بریتانیا و فرانسه هم یه همچی حرفی زدن، ولی حمایت هوایی هست، لوجستیک هست، ریکانسنس، شناسایی هست، حالا ممکنه در بمباران ریختن نباشن، ولی در عراق همشون مشترکاً فعالیت دارن. منتها در سوریه آمریکا شرکای عرب رو به صحنه آورد، بحرین، قطر، امارات، عربستان سعودی، اردن. اردن نقش خیلی مهمی داشت. یه هواپیمای سوخوی سوریه هم سرنگون شد، اسرائیلیا زدنش. نزدیک جولان، اونجایی که در اختیار مخالفان بود، این هواپیما پرواز کرد ولی وارد خاک اسرائیل شد و بلافاصله اسرائیل هواپیما رو سرنگون. در حال یک جبهه جدیدی هم علیه داعش توسط کردهای ترکیه و سوریه و عراق ایجاد شد در داخل خاک سوریه، در استان حسکه و در منطقه رأس العین. در اونجا اینا موفق شدن که در برابر داعش یه سد منی ایجاد بکنن در منطقه عین العرب یا کوبایی هم که در ریف حلب هست، در صحرای حلب هست، در اونجا هم موفق شدن جلوی داعش رو بگیره. برنگ کوتاهی میکنیم، میرم و برمیگردیم. علاوه بر مطالب دیگر امشب افشاگری سخنانی نیز برای شما خواهد گفت، با ما باشید. خیلی زیبا سادم فکر کنه ابی 45 سال بتونه آدم در بهترین وجهی صداش دلنگیز بتونه بخونه و بعد نسل بعد از او، نسل در واقع فرزند او، شادمهر عقیلی بیاد و براش آهنگی به این زیبایی بسته. چقدر این کامبینیشن و پیوند قشنگ بود، خیلی برای من زیبا بود و لذت بردم از این آهنگ. حضورتون عرض کنم، بهتون گفتم که یک افشاگری رو میارم روی برنامه. حالا این افشاگر به خاطر خیلی دلایل نمیتونه الان تصویرش رو برای شما نشون بدم و نه نامش رو بگم، اما قول بهتون میدم در آینده نه چندان دور او رو ببینید، بعضا او رو میشناسید و معرفی میکنه خودش رو، میاد باهاتون صحبت. ولی الان اجازه بدید اکتفا کنیم به این که این آقای نظامی افشاگر در همین حد باقی باشه و من ضمن درود بهش بسیار سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتی و تو برنامه آمدی. الو صدا منو میشنوید؟ بله. آهنگ رو شروع می‌کنم. بله. از خدمت شما سلام می‌زنم. تشکر کردم برای آمدنت و خب حالا من یه سری سوالای ابتدایی ازت می‌کنم تا بعد در اون مرحله بعد برسیم به چیزای بزرگتر. خدمت هستم. بله. دوست من، چه اتفاقی داره الان در سپاه و بسیج می‌افته؟ آیا این که میگن در سپاه و بسیج آدما به مکاتب مختلف وابستن، یه عده وابسته به آقای رفسنجانی، یه عده به آقای خامنه‌ای، یه عده دار و دسته احمدی نژادن، آیا واقعا این چند دستگی رو تو در سپاه و بسیج حس کردی؟ حالا نمی‌دونم، قطعا همین طور هست که شما می‌فرمایید. در سپاه دیگه مثل قدیم نیست که همه یک فکر
با یک هدف بخوان فعالیت بکنن. الان به شدت مخصوصا از زمانی که اعتراضات سال 88 توی کشور پیش اومد، دو دستگی که چه عرض بکنم، چند دستگی در سپاه هست، شاید 10 دستگی 20 دستگی، نمیتونم بهتون بگم چند دستگی، اما اینی که شما عرض میکنید قطعا در سپاه هست. طرفدارای آقای احمدی نژاد هستن، طرفدارای آقای هاشمی رفسنجانی هستن، طرفدار کسانی هستن که خود آقای خامنه ای رو قبول ندارن. خب یه سوالی دارم، میزان مراقبت نظام روی سپاه، روی بسیجی‌ها تا چه حده؟ تا چه حد یعنی بینشون جاسوس دارن، تا چه حد مراقبت میکنن، تا چه میزان؟ یعنی اون اعتماد اولیه به این رفته دیگه الان. قطعا آقای میرزاده، سپاه نیروهاشو از فیلترهای مختلفی رد میکنه تا به مرحله پاسداری برسونه این نیروها رو. بله. من براتون عرض میکنم نیروهایی که در سپاه هستن از همین بسیجی های عادی و معمولی هستن که بچه سالن، از سن کمی برخوردار هستن و حتی معنی سیاست رو به معنی واقعی درک نکردن. سپاه از ذهن کودک اینا استفاده میکنه، اینا رو شستشون میده، پرورش میده تا به مرحله پاسداری برسونه. و قطعا نیروهایی هستن که از اینا خوب پرورش پیدا میکنن اونجوری که سپاه بخواد، اینا رو پرورش بده و از همینها برای جاسوسی استفاده میکنه. دوست من یک سوالی ازت دارم. این یک مسئله که الان به سپاه واگذار شده، این چیزیست که بهش میگن جنگ سایبری، یعنی کنترل ارتباطات شبکه‌های اجتماعی، توییتر، نمیدونم اسکایپ، برن روی گوش بدن وایبر حرفای مردم و تلفن‌های مردم و بخشی از مأموریت سپاه منحصر به این جریان شده. آیا تو جریان این ماجرا هم بودی، خودت از نزدیک شاهد بودی؟ بله آقای دینی‌زاده، سپاه که یه بخشی داره به اسم جنگال، جنگ الکترونیک، و که کارش همینه. حالا شنودهای دیگه هم هست، اما شنودهای تلفنی، وایبر و این شبکه‌های اجتماعی هم در دستور کارشون دارن. اما یه شورایی هست که من خودم عضو اون شورا بودم به اسم شورای هماهنگی فعالان سایبری. بله. مثلا 90 یا 91 بود که عضو این شورا شدم، خودم بودم از طرف یه سازمانی که کار میکردم، حالا بعدا براتون عرض میکنم. این شورا توسط خود آقای خامنه‌ای کنترل میشه مستقیما. ما نمیدونستیم، ما زمانی که توی اون گروه بودیم ما خودمون نمیدونستیم مستقیما داره کنترل میشه از طرف خود آقای خامنه‌ای، اما بعدها متوجه شدیم که توسط خود آقای خامنه‌ای پولش داده شده. و همین آقای مؤمنین نصر که مسئول اون موقع مسئول فینترینگ ایران بود از طرف سپاه، آقای مؤمنین نصر که خب خیلی هم میشناسید، الان توی وزارت ارشاد من دقیقا نمیدونم کجا کار میکنن، مسئولیتشون چیه، که همین آقای مؤمنین نصر از طرف سپاه اونجا بود دیگه، سازمان خیلی بزرگی که از سپاه هم نیرو داره اونجا. اگر توضیح دیگه بخواد دوست عزیزم، من یه چیزی که اسباب شگفتی منه، این دوست نازنین ما فهرستی از تمامی فرماندهان سپاه، معاونان، جانشینانشون، نمایندگان آقای خامنه‌ای تو واحدهای مختلف سپاه، یعنی که بهتون میگم مثلا سپاه جهر رو فرماندهش گرفته تو معاونش تا نماینده آقای خامنه‌ای، تا سپاهای بزرگ، تا بیایم سپاه امیرالمؤمنین، بیا سپاه سار الله، بیایید دونه دونه محمد رسول الله و غیره و غیره، تمامی اینها رو
مشخصات کامل، اسم پدر مادر، آدرس، تلفن‌های موبایل و تلفن‌های منزل و خصوصی و دفترشون، تمام اینا رو داشت و اینا رو در اختیار من گذاشت. یعنی به نظر من کار بسیار عظیمی بود. یعنی این آدم ها رو آدم بشناسه، فلان سپاهی که به عنوان یه جنایتکار میاد مردم رو تو خیابون میکشه، حداقل بتونی بهش زنگ بزنی بگی من میشناسمت، میدونم تو کی هستی. من واقعا میگم این کارت کار بسیار بزرگی بود و خطر بسیار بزرگی کرد این کار انجام داد. من آقای نزاده، ما از همه چیمون گذشتیم، از خانوادمون، از جونمون، از همه چیمون گذشتیم، چون به یک سری واقعیت ها رسیدیم که کارمون به اینجا کشیده شد. و من تنها نیستم، دوستان دیگه هم هستن که به من دارن کمک میکنن، همین امروز، دیروز و همیشه، و به تعداد این نفرات، به تعداد این عزیزان اضافه خواهد شد. آقای نوری‌زاده، به تعداد این عزیزان به شما قول میدم در آینده نه چندان دور به تعداد این عزیزان اضافه خواهد شد. کی فکر کردی که فریب خوردی، گولت زدن؟ چه زمانی بود که پیش وجدان خودت حس کردی دیگه نمیتونی ادامه بدی؟ کی بود؟ چه چیزی رو دیدی که اینقدر رو تأثیر گذاشت و تکونت داد؟ آقای نوری‌زاده، بذار به شما بگم، زمانی که ما عضو سپاه شدیم خیلی به خودمون میبالیدیم. چرا؟ چون فکر میکردیم داریم به مردممون، به کشورمون خدمت میکنیم. منم آدم خاصی نبودم، منم از همین بسیجی عادی بودم. منم از زمان بچگی شستشوی مغزی شدم، اومدم بالا پرورش یافتم، اومدم بالا تو همین دستگاه پرورش یافتم تا به مرحله پاسداری رسیدم. زمانی که آقای نوری‌زاده ما رفتیم داخل سپاه به عنوان نیروی رسمی، دیدیم که دارن از بیت المال علیه مردم استفاده میکنن، از خودمون بدمون اومد، از همه چی بدمون اومد. اینقدری بود که آقای نوری‌زاده تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم، با جون خودمون بازی بکنیم و این کار رو انجام بدیم. اینقدر رومون فشار بود، تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم. نه تنها من، خیلی از پاسدارهای دیگه هستن، فکر نکنید فقط منم. اما خب واقعا کار خطرناکیه، این کار واقعا کار خطرناکیه. ما دیگه روز و شب نداریم، ما هر لحظه آماده مردن هستیم. شما در این حال هم برای بینندگانمون بگم، این شخصی که داره صحبت میکنه فرزند خانواده ایست که خیلی شهید توی جنگ دادن، بهترین راستقامتان عزیزان فرزندانشون رو تو جبهه ها در دفاع از میهن از دست دادن. یعنی میخوام بگم آدمی است با این سابقه، از یک خانواده به قول اینا شهید پرور، و ولی میرسه به نقطه ای که برای من میگفت زمانی که مشاهده میکردم بعضی از این سپاهیان که وقتی جلو آقای خامنه ای میان چطور خدا و رسول میکنن و زمین ادب میبوسن و غیره، از در که میان بیرون شروع میکنن علیه آقای خامنه ای حرف زدن، بعدم فاسد در معنای واقعی کلمه، اخلاقی، مالی، بعضیاشون خائن، اطلاعات میدادن به امریکا، به اسرائیل. برای من میگفت شما فکرین چجوری اومدن پادگان امام علی رو در خرم‌آباد زدن؟ همون عواملی که اون تو بودن باشون کار میکردن و در درون بیت آقای خامنه ای. واقعا اینطور نیست دوست من؟ میگفتی برای من دقیقا همینطور. آقای نوری‌زاده، آقای نوری‌زاده اگر اجازه بدیم من یه توضیح کوتاهی راجع به این کاری که ما کردیم، توی این اسامی رو گذاشتیم توی فیسبوک و توی اینترنت گذاشتیم، توضیح بدم. خواهش میکنم. خیلی ها به ما میگن شما خائنید به ملت. یعنی من عرض بکنم عزیزان من، دوستان من، سازمانی که پایه و اساسش برای حمایت از حکومت غیر قانونیه، اون داره به شما خیانت میکنه. ما کسی رو افشا نکردیم که داره به ملتش خدمت میکنه. زمانی که یک ارتشی رو ما افشا کردیم، اون زمان ما میشیم خائن. زمانی که مسائل امنیتی کشور رو افشا کردیم، اون زمان ما میشیم خائن. شما این نوری‌زاده فرض کنید
مردم مانند سال 88 بخوان یک برای اخفاق حقشون یک دست یک اعتراضی بزنن. خب اگر من بسیجی بترسم که روزی نامم مشخصاتم افشا میشه، درسته، دیگه نمیام علیه مردم، درسته، دست جنایت و خشونت بزنم. آقای نوری‌زاده و همین کار بزرگی شما کردی، درسته، کاملا هدف ما همین بود آقای نوری‌زاده که این اسامی رو ما گذاشتیم. البته ما فعلا شماره تلفن‌هاشون و آدرس‌هاشون رو نذاشتیم، ولی آقای نوری‌زاده من همینجا به مردم یه قول میدادم اگر بخوان امثال حزب الله دست به کوچکترین خشونتی بزنم، آقای نوری‌زاده وقتی من این حرف رو بزنم مطمئنم و این کار رو خواهم کرد، دست به کوچکترین خشونتی علیه مردم بزنم، امثال حزب الله گروه ها و این دست افراد اگه بخوان دست به کوچکترین خشونتی علیه مردم بزنن، اسامی و مشخصات ریز و درشتشون رو در اختیار مردم. و من اینجا بگم ایشون انقدر به من اعتماد کرد این برکایی از این اسناد رو گذاشت، برای اینکه خدای ناکرده اگر اتفاقی براش بیفته که من مطمئنم نمیفته، انقدر احتیاط رو میکنه و الان در جایی بسیار امنی هست که حداقل اینها باشه تا اون کسانی که در این سالها این همه جنایت کردن بدونن پرونده هاشون موجوده. حرف درستی میزنه و داره میگه بعضن به اینها تک تک تلفن شده و بهشون گفته شده ما میدونیم شما در اینجا جنایت کردی، یا ما میدونیم شما مجبور شدی فرمانده جنایتکارت وادارت کرد، اما بدون از این به بعد گفته اینو بهشون دستتو روی ملت بلند کنی، سیلی به گوش مردم بزنی، در ابعاد گسترده افشا میشی که حتی خانوادت بدونن که شما چه جنایتکاری هستی. بسیار کار بزرگی عزیزم، خیلی کار مهمیه. آقای نوری‌زاده من زیاد وقتتون نمیگیرم. نه من اتفاقا با تو خیلی حرف دارم، ولی امروز فقط خواستم مردم صداتو بشنون، آشنا بشن باهات. بعد یک سلسله موضوعات هست که من با ایشون صحبت کردم به صورت تفصیلی، در آینده نزدیک اینها رو ما مطرح خواهیم کرد. ازت واقعا ممنونم. در خدمت شما هستم آقای نوری‌زاده، خیلی خوشحال میشم که در طریق تریبون شما با مردم صحبت بکنم. آقای نوری‌زاده اگر اجازه بدید من در آخر یه صحبتی با مردم و پاسدارا داشته باشم. آقای نوری‌زاده خواهش میکنم عزیزم بفرمایید. آقای نوری‌زاده ظالم و مظلوم هر دو گناهکارن. پاسداران شما از همین مردم هستید، به دامن ملت برگردید که هیچ ظلمی پایدار نیست و شما مردم وطنن، بدانید تا وقتی که هیچ حرکتی نباشه برکتی در کار نخواهد بود. ما تمام تلاشمون اینه که راه رو برای هر حرکتی، هر حرکت مردمی هموار کنیم. ممنونم از زحمام. اول خودشون مرتب میگفتن الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، حالا دائم میگفتن ولی خودشون عمل نکرد. سپاسگزارم ازت دوست عزیز و ممنون، با هم صحبت خواهیم کرد. خب عرض کردم خدمتتون من این بار مختصر قضیه رو برگزار کردم چون فقط میخواستم این موضوع رو بگم و این دوست ما اسناد بسیاری داره، اسناد بسیاری داره، چون آدم وطن پرستیست، با شرفیست، مثل بعضی از اینا نیست که تا پاشونو میذارن بیرون. سفارت آمریکا تو باکو، سفارت اسرائیل تو باکو، سفارت فلان در دبی، این در نه آدم با شرفیست، حاضر نشد، در سخت در این شرایط زندگی میکنه، واقعا از نظر مالی در یه شرایط بسیار سختی است و امکانات بسیار محدود، ولی اینقدر آدم با شرفی که از نانش میزنه، از گلوش میزنه تا بتونه به دوستانش در ایران زنگ بزنه، هماهنگ کنه باشون، تشویقشون بکنه به اینکه کار ظالمانه نکنه علیه مردم قدمی برده. خب من برگردم به سر صحبتان، برگردم به عراق. داعش در یک عملیاتی که باز انگشت خیانت توش دیده میشه، یک مجموعه از نظامیان عراقی رو در پادگانی در از سقلاویه
محاصره کرد. عده گریختن و بعد گفتن که چه کشتاری اونجا کردن. واقعا من امیدوارم که فقط این فداکاری ها منحصر به کردها نشه و بقیه عراقی ها نیز به خودشون بیان، نه اون مثل آقای هادی العامری که برای نمایش اونجا رفته بودن در آمرلی. و خیلی بد بود. دیروز من این فیلم ها رو می دیدم و گزارش ها رو می دیدم. 11 تن رو در وطنمون دستگیر کردن، دیروز هم اشاره کردم، چون برای آقای خمینی و خامنه‌ای جوک درست کردن. در نیویورک آقای پرزیدنت حجت الاسلام دکتر حسن روحانی با آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. اولین دیدار دو رهبر با هم بود و ظاهرا دیدار خوبی بوده. فرانسوی‌ها گفتن علاقه‌مندن که روحانی رو تشویق و ترغیب کنن، کمکش کنن که بتونه در برابر تندروها و اصولگرایان در ایران حرف اول رو بزنه. امروز ایشون با آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. خیلی دیدار مهمیه. بین ایران و بریتانیا دیر سالیست ارتباط در سطح بالا نبوده و این به نظر من مهم بود. احتمال دارد بدون اینکه برنامه ریزی کرده باشند باز شاهد یه سورپرایز بزرگ باشیم، دیدار روحانی با پرزیدنت اوباما. جزو که آقای حسین موسویان سفیر اسبق در آلمان و معاون وزارت خارجه و غیره که خیلی هم رفتن به امریکا به نوعی برای رژیم حرف می زدن، گفتن که آقای روحانی از مقام معظم رهبری جواز گفتگو با اوباما رو گرفته. خانم افغان مرزی خانم در سخنانشون در وزارت خارجه گفتن خبر از این ماجرا ندارم. ایشون هم در روزنامه خوندن. طبیعی است اگر سید علی آقا چنین اجازه داده باشه که خانم افغان خبر نداره، اگر چنین اجازه داده شده باشه روحانی با اوباما دیدار خواهد. و سرانجام بگویم که آقای کرزای بعد از اینکه 14 سال آمریکایی‌ها خشک‌وترش کردن، البته این وسط کیسه‌های پول احمدی نژاد جمهوری اسلامی هم بود که نصیب ایشون و وزیر دفاعش و وزیر خارجه در یه زمانی شد، ایشون حمله به آمریکایی‌ها کردن که فقط آمریکا و پاکستان مسئول مشکلات افغانستانه. ناراحته چون می‌خواست یه بار دیگه رئیس جمهور بمونه. فشارهای آمریکا شدید بود، فشارهای داخلی زیاد بود. به هر حال ایشون سایه مبارکشون رو کم خواهند کرد. الان آقای اشرف غنی به ریاست جمهوری انتخاب شدن و آقای دکتر عبدالله عبدالله رئیس هیئت اجرایی. همونطور که دیروز هم گفتم برای هر دوی این عزیزان آرزوی توفیق و برای مردم شریف و مبارز و نجیب افغانستان سعادت و صلح و آرامش و آرزو میکنم ملا عمر و دار و دستش به جهنمی برن که دیگر از آن بازگشتی نباشد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.